سلام بر هنرمندان. سلام بر عنایت الله شیبانی، سلام بر هنرمند دیرینه تئاتر. شنوندگان عزیز، ما امروز به اتفاق آقای بدیزاده، آقای شاهرخ نادری در محضر ایشون هستیم، در جوار یکی از بنیانگذاران تئاتر ایران، سالها به قول معروف خاک سن خورده. در اون شرایطی که اصلاً چیزی به اسم تئاتر وجود نداشت، به اتفاق چند تن از دوستان هنرمندش تلاش کرد، تقلا کرد، استعدادهای تازه رو کشف کرد و به عالم تئاتر عرضه داشت. آقای شیبانی، سلام عرض می‌کنم. سلام آقا جان، متشکرم. اظهار مرحمت کردید، لطف کردید. خیلی ممنونم. خیلی سرفراز کردید. خیلی ممنونیم. قبل از این که چیزی عرض کرده باشم، خواهش می‌کنم از رادیو تلویزیون ملی ایران تشکر کنم که به بنده این محبت فرمودند و دعوتی کردند تا چند کلمه راجع به تئاتر اگر چیزی به خاطر دارم به اطلاعشون برسونم. این ترتیبی که آقایون گاهگاهی هفته یه دفعه بله. یادی از هنرمندان و پیشکسوتان میشه، بله. گذشته از این که خب یک واقعا یادآوری و یادبودی از اونا هست، صحیح. این موجبات تشویق فعلی هنرمندان هست، بله. که اینها هم امیدوار میشن که اگر خدماتی میکنن در نتیجه یه جایی حساب اجر نمیشه، بله. اجر نمیشه. و اما راجع به تئاتر، بله. گرچه خب من دیگه در این سن خاطره رو همه رو فراموش کردم، ولی تا اونجایی که یادم بیاد و حافظه کمک و مساعدت بکنه یه مختصری به اطلاعات میشه. خیلی متشکرم آقای شیبانی. از اونجایی که شما یه تاریخ زنده ی تئاتر ایران هستید و عقیده همه، ممکنه بفرمایید که تئاتر از چه تاریخی در ایران شروع شد؟ بله، والا اون چه به یاد دارم در قدیم، یعنی زمان سلطنت، یعنی اوایل سلطنت ناصرالدین تا اواخر تئاتر ایرانی وجود نداشت، صحیح. ولی یه دسته بودن که به نام تعزیه، بله. که در تکیه دولت تعزیه میخوندن، صحیح. به سرپرستی آقایی که به اسمش معین البکا بود، بله. و اونجا در حقیقت میتونم بگم که پایه تئاتر از اونجاست، از تعزیه است. از تعزیه است، بله. ناصرالدین شاه سفری کرد به اروپا، صحیح. اونجا البته وضع اونجا رو که دید، وقتی برگشت تصمیم گرفت که یه عده‌ای رو شاگرد بفرسته به فرنگستون برای تعلیم و درس خوندن. همطور به اروپا فرستاد، به ترکیه فرستاد. ضمن اون اشخاصی که اونجا رفته بودن، یه آقایی بود به نام میرزا علی خان کاشی، بله. که ضمن درس خوندن یه مطالعاتی هم در قسمت تئاتر کرده بود. پس از مراجعتش به ایران، از ناصرالدین شاه خواست که اجازه بدن یکی از پیسای مولیر به نام طبیب اجباری، طبیب اجباری، بله. این رو اگه ممکنه نمایش بده. وسایل که نداشت، با همون کارکنان تعزیه، همون اشخاصی که تعزیه میخوندن، با اونها به کارگردانی خودش این پیس رو در دارالفنون فعلی، که حالا نمیدونم اون محل هست یا نیست، بله بله. همونجا درسته، دارالفنون به صورت اونجا این نمایش، این پیس رو به نمایش گذاشت. یعنی آقای شیبانی، هنرپیشه اون وقت وجود نداشت جز اون افرادی که در تعزیه بازی میکردن، بله. بله. اصلا صحبت تئاتر و هنرپیشه تئاتر نبود، فقط تعزیه خون بود، صحیح. که اونا هم البته میدونید که به یه وسایلی از ولایات می آوردن، هرچه خوشخون بود اونا رو می آوردن، بله. اونا یه قصه دیگری داره که انشالله فرصتی، بله بله بله. نوبت به بنده که رسید، بنده تعزیه رو افق عرض میکنم، بله. کیا میخوندن، بله. و اما بفرمایید، این تئاتر رو که عرض کردم، این پیس رو به نمایش گذاشت، بله. دیگه بعد از اون اصلا صورت پیسی تئاتری نمایشی وجود نداشت تا زمان مشروطیت و خلع محمد علی میرزا.
یه عده‌ای از احرار و یه عده‌ای که دور هم جمع شده بودن و سر پرشوری داشتن اوضاع باقشا رو نوشتن و یه پیسی ترتیب دادن که در باغ سهام و دوله که در آخر خیابون فردوسی نزدیک بله. میدان سپهه اینجا سنی ساختند و شروع کردند به نمایش داد. این اولین نمایش. بله. این اولین نمایش. اما البته بعد از اینکه این مشروطه شد احزابی هم تشکیل شد دیگه. اتفاق ترقی، دموکرات، اعتدال اینا بودن. اینا هم هر کدوم در مواقعی که چیز داشتن موقعیتی پیدا میکرد به وسیله تئاتر نمایش یه پولی جمع میکردن هم برای حزبشون هم برای تأسیس مدرسه و کمک به امور خیریه. که چندین پیس که بازی کردن یکیش در منزل مرحوم ظهیرالدوله بود که در اونجا خاطره عجیبیه که در اونجا اون آوان پرده جلوی سن رو اون رقبا اعتدالیاش یه شب قبل سوزوندن که این نمایش داده نشه. اما دکتری بود به نام دکتر مزین نقاش خدا رحمتش کنه به اتفاق آمیز علی خان ناظم مدرسه کمال الملک تا صبح نشستن و یه پرده برای این سن درست کردن. همون پرده آتش که آتش زده بود و اون نمایش داده شد. و نمایش دیگری که داده شد میدادن از چون چرس کردم در منزل صاحب اختیار بود اعتدالیا دادن اتفاق ترقیا دادن در باغ پارک ظل سلطان بود در اونجا دادن در مجلس شورای ملی دادیم خودمون دادیم در مجلس شورای ملی در زمان ریاست وزرای مرحوم وثوق الدوله و خوب خاطرم هست که پیسش هم بویا بله بورژا ژانتیو اون بود. بله آقای شبانی معذرت میخوام این تاریخچه که فرمودید که اون آقا از اروپا آمدن با یه عده از این تزیه خونا تئاتر گذاشتن میتونید بفرمایید چند سال پیش اون بوده و آیا شما یادتون هست یا اون وقت بودید شما خودتون به دنیا آمده بودید؟ نه خیلی چند سال پیش بنده به نظر من شاید در حدود 90-100 سال پیش باشه به نظر من برای اینکه من خودم شنیدم من که نبودم شنیده بودید بله شنیدم من که نه بعد از اون وقت که شما خودتون تئاتر رو دیدید همون مشروطه بود و اولین پیسش هم همون بود باقشا در خانه سهام الدوله که مرحوم میز محمود خان بهرامی هم توش بازی میکرد. اولین تئاتری بود که شما دیدید آیش بانی عوض بخواب خودتون چند سالتون اون وقت؟ الان بل. الان نزدیک 77 سال بل. پس بل. این خاطرشون بود بله البته ولی اولیش همین جریان باقشا بودی که آقای شیبانی دیدن بنده خودم دیدم تا اینکه انجمنی تشکیل شد در تحت نظر یعنی فکر مرحوم میسید عبدالکریم خان محقق الدوله عمید که اخوانش هم انتظام سلطنه و آبیست حسین خان عمید پدر اسد رضا خان عمید که اخیراً فوت کرد بله. رئیسش بود بله ثبت بود بله عرض بکنم که با شرکت مرحوم فروغی یعنی اعضاش بله. مامراش اعضای این انجام اعضای انجام بله مرحوم ادیب سلطنه سمیعی عبدالله خان آهی بله اخوان بهنام بله و اعظم سلطان مرحوم دادگر عاشق رضای ملکی تمام اون رجالی که اون وقت بودند و اون اشخاص احراری که در اون وقت در حتما وابسته به وزارتخونه بودند البته اکثرشون بل. در وزارت خارجه بودند در وزارتخونه های دیگه بودند اینا که البته اینا از روی عقیده و ایمان این کارو میکردن نه از لحاظ علاقه و عشق بله برای پیشرفت قسمت مشروطیت این کارو میکرد یه چیزی انجمنی تشکیل شد در بالاخونه فاروز روبروی گران هتل دلال رضا تئاتر اینجا یه مطبعه بود مطبعه فاروز بالاخونهش یه جایی بود اون بالاخونه رو کرایه کرده بود که در اونجا هم نوشته های خودشونو و هم نوشته هایی که ترجمه میکردن از پیس های مولیر و از پیس های دیگه ادابته میکردن اینو به نمایش داد بله. یکی دو سال هم این نمایش البته همیشه نبود شاید مثلا 15 روز یه ماه دو ماه سه ماه به طور مرتب نه و اون وقت با شرکت اشخاصی که در اونجا نقش بازی کردن بله در اون مرحوم سید علی خان نصر بله. بود
میزبان علی خان ملکی بود، از محمود خان بهرامی بود، از بکنم خدمت آصف جلال مرعشی بود، از مغیث دوله بود که الان هم حیات داره، برادرزاده مرحوم علاءالدوله، بله زهیر دینی بود، بله عرض بکنم خدمت شما که خودم بودم، بله عرض بکنم خدمت شما که و دوستان دیگرمون که حالا البته اسامیشون چندون به خاطرم نه بله. یکی دو سال که از این انجمن گذشت، بله. این انجمن که گاهی اوقات بله به هم خورد تقریبا، بله. یه جوری شد که منحل شد. آمی صدعلی خان نصر به فکر این افتادن که حیفه که این حالا تا اینجا رسیده متلاشی بشه. این بود که یه شبی دور هم که جمع بودیم گفتن من به فکرم هست که این ما یک شرکتی تشکیل بدیم و یه امتیازی هم از وزارت فرهنگ بگیریم. این بود که شرکت کمدی ایران تأسیس شد، یعنی اسمش گذاشته شد، به وزارت فرهنگ رفتیم در زمان مرحوم وزارت مرحوم بله وزارت معارف اون وقت و فرهنگ آموزش امروز بله اونجا رفتیم. عرض کنم خدمتتون که رفتیم به اونجا و امتیازنامه گرفتیم شرکت سهامی کمدی ایران به چهار نفر، امتیازنامه به نام چهار نفر، خود آقای نصر، بله. آمیز بندلی خان ملکی، محمود بهرامی و بند جناب. بله. این در چه سالی بود آشبانی؟ تقریبا 48، این در زمان وزارت چیز بود دیگه، ممتاز الملک بود به نظرم 48 یعنی یا 50 سال. یا 1300 مثلا در همین حدود، بله. بله. و بعد آمدن دو بلافاصله، یعنی معذرت می‌خوام، این اولین انجمن رسمی تئاتر ایران میشه، بله گفت. بله یعنی به اتفاق شما چهار نفر، بله تئاتر ایران به نظر بنده از اینجا شروع شد، بله. از یعنی همین شرکت سهامی کمدی ایران، کمدی، بله. و اون وقت البته در اینجا دوستانمون هم بودن که نقش‌ها رو بازی می‌کردن، بله. مرحوم دکتر نامدار بود، بله. استاد حالتی که حیات دارن، بلد. ایشون تشریف داشتن، نعمت الله مسگری بود، مرحوم زهید دینی بود، بلد. که بسیار خوب بازی میکرد، با خدا انشالله بیامرزتش، عرض بکنم که آصف جلال بشه و آمیز فضل خان آمیز فضل خان بایگان، بلد. و مزیدیوان فکری، بلد. و آقایون دیگه همینطور اینا بودن که مرحوم فضل خان بایگان عهده‌دار نقش زن بود، برای که ما که اون وقت نمیتونستیم بزن یه چیزی بیاریم، خانم‌ها شرکت نمی‌کردن و ایشون میومد، بله. این همطور ادامه داشت و داشت و داشت و داشت تا زمان اعلیحضرت فقید، بله. خب آقای شیبانی، شنیدیم اغلب افرادی که یعنی الان اینطور هست فعلا در رأس امور نمایش از قبیل سینما و تئاتر و تلویزیون هستند و رادیو الان مشغول کار هستند، اینا اکثرا از هنرجویان هنرستان هنرپیشگی بودند که سالهای سال مرحوم صدرخان نصر و مرحوم دکتر نامدار و جنابالی سمت سرپرستیشو داشتید. ممکنه به طور خلاصه بفرمایید که قضیه تأسیس هنرستان هنرپیشگی از چه قرار بوده اصولا؟ بله. کی تأسیس شد و به چه عنوانی؟ بله، بعد از اینکه اعلیحضرت فقید تشریف آوردند و اوضاع تغییر کرد و آمدند، فرمودند یه پرورش افکاری درست بکنند که وزارت فرهنگ که آقای مرآت رئیسش بود، یعنی وزیرش بود، وزیر معارف، بله وزیر معارف بود، ایشون در باغ فردوس که اون وقت تابستان بود، بله. یه جلساتی تشکیل میدادند پنجشنبه ها شب، یعنی شب های جمعه، که در اونجا نطق میکردند به نام پرورش افکار، صحیح. که ضمن او هم از ما خواستن که یه چند تا پیسی در اونجا بکتر. داده بشه، ما هم همینطور میرفتیم برای اونجا و این پیس ها رو به نمایش میذاشتیم. رفته رفته چون این موضوع یه قرده مورد توجه واقع شد و مورد توجه اعلیحضرت فقید شد، ایشون فرمودن که پس بهتر است که یه مدرسه برای این کار ترتیب داده بشه، صحیح. چون گفتن حیفه با این استعدادا، آیا مدرسه هست یا نیست؟ آمیز علیخان برشون رسود خیلی قربان مدرسه نیست، فرمودن حیفه، یه مدرسه هم بایستی که برای تئاتر تهیه بکنید، برید و به وزیر فرهنگ بگید که ترتیب این کار رو بده.
آقا هم آمدن، آقای میستعلی خان نصر هم رفتن و آقای مرآت رو دیدن و هنرستان هنر به نام هنرستان هنرپیشه از سال 1317 امتیاز گرفتن، تأسیس شد بله به نام که تعدادی از آقایون و دوستان عزیزم و سروران گرامم که در اونجا تحصیل کردن فارغ التحصیل هستند شدن، الان همشون مشغول خدمتگزاری هستند. یکی خود همین آقای قنبری، خود حضرت عالی، آقای محسنی، آقای صادق بهرامی، آقایون زهوری. دیگر ظهوری و عرض بکنم که آقایون دیگری که فرزند ارشد خودتون آقای جمشید شیبانی، بله جمشید، بله جمشید، بله جمشید، بله بله جمشید خانم بود، بله و خانم ها بدیه حورفر، خانم های دیگه اون ایران زاهدی، خانم قادری، بله 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 گرمسیری، بله بله اینا سارنگ، بله بله مرحوم بله. سارنگ اینا همه اینجا شروع کردن به تحصیل کردن و فارغ التحصیل شدن و این مدرسه دائر بود تا چند وقت پیش. بله البته ضمن این آقای نصیریان و بله اینا که بله اینا که بعد از دوره آقایون هستند، اینا مال این اواخره، بله این اواخر که آقای نصیریان و آقایون دیگری که الان مشغول هستند و دارن در این قسمت خدمت میکنن، اینا هم همه فارغ التحصیل اونجا هستند، دیپلمای اونجا هستند و بعضیشون هم الان استادن در همین دانشگاه، در این قسمت دراماتیک، بله آرت دراماتیک اونجا درس میکنن و تئاتر، بله در وزارت فرهنگ و هنر که مخصوصا خیلی هم جناب آقای پهلوت خیلی نسبت به اینا اظهار لطف داره، کمک میکنه و محبت میکنه، بهشون میرسه، اصلا تشویقشون میکنه، و اینکه خود آقای پهلوت هم هنرمند است، هنرمند واقعی، یعنی دوستدار هنره. بله بله. خب آقای شیبانی، با سابقه ممتدی که شما در تئاتر داشتید و البته دارید، صاحب نظر هستید، نظرتون راجع به تئاتر امروز چیه؟ بله. گاهی اوقات وقت میکنید برید تئاتر ببینید؟ والا من وقت که ندارید. بله همطور که به اطلاعاتون رسیدم، من که یه خود کسالت دارم، کمتر بیرون میام و البته خب میشنوم که تئاتری هم هست، خب البته پیشرفت های کرده و داره میکنه، مایوس که نباید بود و من واقعا گاهی از اوقات پیش خودم که نشستم فکر میکنم که حیف که دوستانم رفتن، اگه بودن الان لذت میبردن که این زحماتی که با اون مشقت و با اون بدبختی کشیدن و اون کارهایی که کردن و اون واقعا اون فداکاری هایی که کردن. شما آقا یاد ندارید، البته نبایدم ازتون توقع داشت، که اون وقت اصلا هیچ حاضر برای تئاتر نبود، اصلا کسی نمیفهمید، تا آمادگی نداشت که بفهمه تئاتر چیه، چه موضوع چیه. گذشته از این، آقا تئاتر یه مدرسه است برای تربیت مردمانی که سنشون اجازه نمیده برن تو مدرسه، که اینا با چشمشون ببینن عملیات زشت و زیبا رو که ازش نتیجه بگیرن، یعنی کارهای بد رو بگذارن کنار، قاعد خوبه. و این خودش بزرگترین خدمتی بوده که در اینجا شده و خود ما گاهی از اوقات که پیاسی میذاشتیم بله. جمعیت نمیومد، دستی پول میدادیم که اینا رو ببریم اونجا نشونشون بدیم بله. بیاد و اصلا آیدی نداشت، ما خودمون از مواجبمون هر کدوم میدادیم، یعنی مردم استقبال نمیکردن، نمیدونستن، بنابراین هزینهشو خودتون تأمین میکردی. بله بله, بله. میدادن بله. از این کارا میکرد. شیبانی سوال فهمیده که چند پیاس بازی کردن یا آقا شبانی، من خواستم خواهش کنم که بپرسید. چه نقشای شما در تئاتر اجرا میکردید و ضمن اینکه خاطره خوشی هم دارید؟ بله اینو بگم، عرض میکنم حضور مبارکتون که والا بنده خب مسلمه من خودم جزء شرکت بودم که مؤسس این کار بودم. بله. تمام پیس هایی که اونجا بازی میشد یا رول عمدهش داشتم یا یه قسمت کوچیکشو بازی میکردم، ولی اون چه به خاطر دارم پیس هایی که خودم بازی کردم، یکیش مسئله نظامی وظیفه شناس بود. بله. که مرحوم عبدالکریم خان کسرایی یه مختصر دو صفحه‌ای نوشته بود که بعد مرحوم صدری خان اینو یه پیسش کرد. بله. که در اونجا اعلی حضرت رضا شاه کبیر اون وقت سمت سردار سپه بودن. بله بله, بله. و رئیس کل قوا بودن. بله بله. تشریف آوردن، تشریف فرما شدن در سالن گران هتل
و نقش ایشونو من خودم روبروشون شما بازی کردید؟ بله من خودم روبروشون نقش سردار سپه در حضور سردار سپه بله در حضور ایشون و تمام افسران عرض کنم که عالی رتبه اون وقت سپه بود جهانبانی آقای سپه بود یزدانپناه و سایر افسرانی که حالا نامشون در اونجا همه در اونجا تشریف آورده بودند و تماشا کردند. دیگر از پیاسه که بنده بازی کردند خرابه‌های مدائن بود و مال عشقی بله. که البته خودم اون رول اولیه اون مسافری که این خوابها رو میبینه خودم بودم بله. که در اونجا با موزیکم بود و میخوندم و در دیوار دربار خراب شیس یارب این ستون بی حساب بله. همون پیاسه عشقی که در بله. کتابش نوشته شده بله. پیاسی که بازی کردم پیاس دکتر ریاضیدان بود در توی بله امارت موزیک اون وقت غذاخونه بود توی بله. میدان سپه بله. اونجا بازی کردم پیاس چیز رو عرض بکنم خدمتتون که دکتر ریاضیدانو که پارتناژ من مادام آقا باوف بود که این ارمنی بوده ولی صدا داشت خودم صدا رو یادش دادم که اونجا بخونه بله. با هم بله. آقای بایزاده صحبت بله. موزیک خونه آقای بایزاده البته عرض میکردم و منتظرم بودم که نوبت به من برسه تا بهتون عرض بکنم که این مرد محترم که ما امروز مهمانش هستیم ایشون آواز ملایم مطبوع خوبی هم داشتن و صفحاتی هم خوندن با سازهای قدیمی آهنگهای گوناگونی خوندن اولا من میخوام از ایشون بپرسم که به چه مناسبت روی صفحه ها ایشون نوشتن عین و شین بله. البته میدونم مخفف عنایت الله شیبانی است ولی چه انگیزه داشتن که ننویسن اسم خودشون نمینوشتن چه نوشتن عین و شین این ممکنه بفرمایید بله. در اون وقت البته خود سرکارم وارد بله بود صفحه باز کردید بنده به همین مطلب مطلع هنوز مردم عادت نکرده بودن که یک کسی بیاد مثلا غیر از دستگاه به اصطلاح اون که حرفش سازه بیاد یه کاری بکنه و منم کارمند دولت بودم نمیخواستم مستعار یعنی بفرمایید که هنرمند این ارزشی که امروز داره در اجتماع در اون روز نداشت و همین دلیل آقای شبانی خود بنده 1320 18 سالم بود میخواستم برم مدرسه تئاتر که شما اونجا قائم مقام رئیس تئاتر بودید من وقتی میخواستم از توی لاله‌زار بیام تو کوچه علاءالدوله برم مدرسه تئاتر اینور اونورم نگاه میکردم ببینم آشنای قمخشی چیزی نباشه ببینن من دارم میرم مدرسه تئاتر ببین آقای شارمندری 1320 تا الان یعنی 30 سال پیشه حالا ببین زمان آقای شیبانی چقدر بد بوده بله 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 خب حالا این وضعی که فرمودن درباره خود منم همینطور بود ولی من بخواستم ببینم که همون وضعی که من داشتم ایشون هم داشتن معلوم شد که بله صحیحه چون منم به همین عنوان بوده عرض کنم که حالا که ما اومدیم خدمت ایشون حالا اجازه بدید همونطور که ایشون بنده می‌خواستم ببینم خاطرشون هست یا ندیدم خاطرشون هست الان ببین ملاحظه فرمود آقای غنبری و آقای شاهرخ نادری این صفحاتی است که ایشون در 50 سال پیش از این پر کردن بنده تهیه کردم و آوردم دونه دونه ایناش که خوندم بله اینشین اینشین نوشته تصنیف همایون باد صبا تصنیف همایون باد صبا کار حاجی علی اکبر خان شهر باد صبا این که یکی از صفحات شونه که بنده آوردم باد صبا مال مرحوم ملک شورا بله مال باد صبا نرم خدا شبایی ندارن نداره بله این باز نوشته اینشین تصنیف ماهور صد زخم زبان شنیدم از تو که خانم مولوی زرابی خونده ایشون در ماهور خونده اون در دشتی خونده این ولشن که هیچی تار تنهای حاجی علی اکبر خان شهنازی است این سوا صفحه دیگه ای الان اینجا ما داریم ازشون باز نوشته اینشین تصنیف دشتی شانه بر زلف پریشان مال عارفه این شانه بر زلف پریشان زده ای به 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 دست بر منظره جان زده ای به 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 شعرش مال عارفه با آهنگی ایشون خوندن خودش هم نمیدونه روی صفحه هم ننوشتن که خواننده من میخواستم از ایشون استدعا بکنم که حالا که اومدیم خدمتتون یکی از این صفحات قدیمیشون رو اگر اجازه بفرمایید ما پخش میکنیم اونا که 50 سال پیش از این صدای آقای شیبانی در 50 سال پیش چی بود این گوش بدید اون وقت بعد میخوام از ایشون استدعا کنم میدونم خواهش شاقی است تکلیف واقعا مهمی است برای اینکه ایشون اون موقع که این صفحه رو خوندن جوانی در حدود 28 سال مثلا بود الان سن در حدود 80 مشکله ولی من با تمام این حالات
میخوام چون یادگاری از ایشون داشته باشم و به این قصد هم اومدم خدمتشون با شما بنابراین برای اینکه یه چیزی هم در حال حاضر از ایشون داشته باشم، من از رفقای خودم که اینجا اومدن، اعضای ارکستر شما رادیو خواهش کردم که این اومدن اینجا، آقای زرآبادی، عرض کنم که آقای خدیوی، عرض کنم که آقای گلشن راد، آقای کاموسی، آقای کردبچه، آقای همدانیان، آقای قرداش، این الان که میبینید اردم اینجا که از اینها خواهش کنم ایشان آمدی کشون رو به ما بفرمایند، یکی از همون آهنگ های قدیمی رو کدوم میدن با ارکست بخونن، الان بفهم کدوم بخونی؟ البته اول صفحتون رو گوش میکنیم بعد تو شما پس تا این سفر رو میشنویم آقای بکزاده آشبانه میاد تمرینی میکنن و بعد اول سفر رو گوش میکنید، اول سفر رو گوش کنید بعد هم میخونید. خیلی ممنون میشیم. بسیار بده ساقی سامزر خود رو می بکن شد بول نغمه پهلوی که در ملک خورشید میدوشید The barbells and the hymns are ringing. Oh, they don't dance, no, she won't dance, no, شبانی چقدر جدن جالب بود اون وقت خدا و حالا هم جالبه و حالا هم جالبه. من میخوام میشه اینجا اشاره کنم، من زیاد نبودم در کار هنری به این نسبت، ولی من جمشید شیبانی به خاطرم میاد که واقعا جمشید شیبانی در رشته موزیک کار قشنگی برام کرد. بله. و من یادم میاد 10 سال پیش جمشید شیبانی آهنگ خودش ساخت، خودش هم خون. بله. شعرش این شیرین بری نامهربان بودیم، نامهربان. من حالا حس میکنم که واقعا در بعض از این گفتارها داشتیم که یه مقدار توارث وجود داره، بیشک واقعیته. بله. و چقدر این صدای پدر به پسر نزدیکه، انشاءالله فرصتی بشه که از جمشیدم کاری داشته باشه. این که بله میریم چند دفعه سراغشون هم رفتیم و گرفته بودم مسافرت بودن، انشاءالله یک هفته که نوبتشون میشه. خب. و من خودم یادمه که همین اسم جمشید شیبانی که آوردی، من در 1320 وقتی مدرسه تئاتر میرفتم بلیط میخریدم، آقای جمشید خان شیبانی بازی میکرد رو صحنه. نمیخوام بگم سنش از من بالاتری، نه، ولی اون سن بازی میکرد و من تماشاش میکردم. خب حالا روز که میریم که آقای بلیزاده که آهنگ آقای عنایت الله خان شیبانی رو باشه. بله. الان حاضر شدین که با اومده خب اینکه والا الان دشوار بود برای میدونم. بله تکلیف شما یاری نمون گریف هم هستن، ولی خب خیلی ممنون، خیلی ازتون متشکرم. خب پس بفرمایید. بله خواسته آقایون رو اجابت کرده باشم. چشم من متشکرم، خیلی متشکرم. اما ببخشید اگر چون من خواهش بود. بله
بر ماه من برنگ افکنم گر ماه من برنگ افکنم یک دم دیگو بروی عالم از پیچ و تابه از انقلاب فویش از آفت تابه رویش مویمش رویمش کشد تمام دنیا می کشد تمام جنها می برد تمام دلها طبیب دل هام اون بوته طبیب دل ها باز در آمد به عشوه و نو شاهد رعنا دلبر تنا طبیب دردم زهج مردم بیا و بنما عیادتم باز بیا و بنما عیادتم باز. آقا شبانی خیلی خوب بود، واقعا حس کردیم. من چون شنونده ازم خواستن که به این موضوع اشاره بکنیم، تقاضا میکنم که آدرستون رو بفرمایید. بله، خیلی دلشون میخواد با شما آشنا بشن. چون خب الان که خودتون تشریف آوردید اینجا، شما خودتون خودتون بفرمایید. عرض می‌کنم که میدان بهارستان کوچه لقمان ادهم شماره 22. خیلی متشکرم. و بازم تشکر میکنیم که آقا شیبانی جدا هر سه نفر ما صمیمانه از شما سپاسگزاری میکنیم که این وقتی که باید استراحت بفرمایید در منزل یا مطالعه بفرمایید، این وقت رو به ما دادید و ما تونستیم با تنها فردی که الان در ایران راجع به تئاتر و موسیقی اطلاعاتش کافی آقای بدیزاده و الان زنده هستند و انشالله 120 سال عمر بکنن، ما با ایشون امروز همین آهنگ کردیم. همین آهنگی که خوندن و شنیدید همین آهنگ شاید در حدود 80 سالشه. بله اینطور هست. بله 70-80 سال دیگه مال شیداست دیگه. بله بله مال شیداست. بله مرخص میفرمایید. خیلی ازتون متشکرم. بله خیلی بنده خجالم از این که نتونستم اونطوری که باید و شاید از آقایون عزیز خودم به مختصری پذیرای کرده باشم و از این که یه قدری زیاد حرف زدم و ناراحتتون کردم خیلی معذرت میخوام. انشالله یه وقتی باشه شما تشریف بیارید به رادیو ایران، ما اونجا ازتون پذیرایی میکنیم. البته توفیقی حاصل بشه. قربان شما. سعیتون کنیش. مرمت تزید.